تنها جایی که میتونستم نیما رو پیدا کنم دانشکده پزشکی بود که میدونستم از سالها پیش نیما اونجا مشغول تحصیله الان فقط باید اونو پیدا میکردم و باهاش حرف میزدم شاید کمی آروم میشدم سالها بود که هیچ خبری از نیما نداشتم ماجرای آشنایی ما برمیگشت به سالها قبل وقتی که من یک دختر بچه کوچیک بودم پدرم توی خونه های اشرافی کار باغبونی میکرد نیما تنها پسر خانواده شریفیان بود و چون از بچگی مادرش را از دست داده بود برای پدرش خیلی عزیز بود و یه جورایی دست و دل پدر برای تنها پسرش خیلی میلرزید پدر من تقریبا بیشتر روزهای هفته به خونه شریفیان میرفت و در کنار کار باغبونی به خرید و کم کم رفت و روب و کارهای دیگه هم میپرداخت من اون سالها یه دختر دوازده ساله بودم که مادرم هم بچه سومش و باردار بود و سابخونه جوابمون کرده بود آقای شریفیان توی حیات پشتی خونهشون یه خونه مستخدم داشت به پدرم گفت که برو یکم بهش برس و تعمیرش کن و زن و بچه تو بردار بیا همینجا بشین همکارای خونه منو میکنی و هم نگهبان هستی اون روزا بهترین روزهای زندگی ما شده بود از یک خرابه شلوغ و بی سر و ته اومده بودیم توی یک باغ بزرگ تو شمال شهر نیما اون روزایی پسر چهارده ساله بود و تازه قد کشیده بود و پشت لبش سبز شده بود خیلی از روزا ما توی باغ بازی می کردیم من خیلی وقتا کمک مادرم کارای خونه رو می کردم و دیگه یه جوری شده بود که تمام کارای اون خونه یه درم دشت به عهده پدر و مادر من شده بود مادرم تمیز کاری آشپزی می کرد و پدرم خرید و باغبونی آقای شریفیانم از بودن ما توی اون خونه خیلی خوشحال بود بعد سالها پسرش از تنهایی در اومده بود و یه همبازی با نمک و خوشگل پیدا کرده بود یه وقتایی من به اتاق نیما میرفتم و با هم کتاب می خوندیم یا نقاشی می کشیدیم و بعضی وقتا هم معلم خصوصی برای درسای نیما به خونه میومد و من میرفتم پیششون و ساکت مینشستم و به حرفای اونا گوش میکردم من و نیما اونقدر با هم صمیمی و یک رنگ شده بودیم که تقریبا بیشتر اوقاتمون رو با هم میگذروندیم من توی نقاشی استعداد ای داشتم و خیلی چیزا از معلم نقاشی نیما یاد میگرفتم و یه جورایی رو دست نیما رو آورده بودم معلم نقاشی همیشه اسم من ورد زبونش شده بود و سوگل سوگل از کلامش نمیافتاد. نیما یک معلم زبان فرانسه داشت که من سر اون کلاس هم همیشه حاضر بودم و زبان فرانسه رو خیلی سریتر و بهتر از نیما یاد گرفتم و موجب تحسین معلم فرانسه بودم. من توی یک مدرسه دولتی نزدیک خونه شریفیان به مدرسه میرفتم و آقا به خاطر اینکه من احساس حقارت بهم دست نده همیشه یه پول اضافه به مادرم میداد که برای من کیف و کفش و لباس شیک و قشنگ تهیه کنه تا از بچه های مدرسه کم نیارم آقای شریفیان همیشه به من میگفت تو خوشگل ترین دختره هستی که توی این شهر موهای مشکی بلند و چشمهای سیاهی مثل دو تا الماس سیاه تو واقعا سگل هستی کم کم ما بزرگ و بزرگتر شدیم و من یک دختر 18 ساله بالغ و فوقالعاده جذاب شده بودم و نیما هم دانشجوی سال دوم پزشکی من مشغول درس خوندم برای کنکور بودم و یک روز وقتی از مدرسه برگشتم و به آشپزخانه امارت رفتم تا به مادرم کمک کنم دیدم حال مادرم خیلی بده وقتی دلیلش رو پرسیدم هیچی نگفت ولی شستم خبردار شده بود که یه اتفاقی افتاده همون روزا بود که بین نیما و پدرشم شکراب شده بود و مرتب با هم جر و بحث و دعوا داشتن من سر در نیمی آوردم که چی شده ولی بعد از چند روز یه روز که از مدرسه برگشتم دیدم پدر و مادرم بار و بندیلمون رو جمع کردن و قصد رفتن از اون خونه رو دارن وقتی دلیلش رو تقریبا با تنگی نفس توی اون شد که بزرگ پرسیدم مادرم گفت فقط هیچی نگو و بیا بریم آقا گفته تا نیما نیومده خونه ما از اینجا باید رفته باشیم آقا یه پولی به پدرم برای رهن خونه داده بود و ما همون روز بدون حتی یک خداحافظی سراسیمه از اون خونه رفتیم و فقط موقع رفتن آقا اومد جلوی من و گفت اگه هر روزی بفهمم این طرفا آفتابی شدی بلایی به سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن من که از این حرف تقریبا داشتم بیهوش میشدم گفتم چی شده مگه که مادرم دست منو کشید و گفت چشم آقا ما رو دیگه اینجاها نخواهید دید ما اون روز از اون خونه رفتیم و بعدش مادرم باه خق گریه و اشکایی که بند نمی اومد برام تعریف کرد که نیما به پدرش گفته بوده که میخواد با تو ازدواج کنه و پدرش اینطوری عذر ما رو خواسته و نمیخواد یه روزی خدایی نکرده تو و نیما حتی با هم حرف بزنین من تازه متوجه شدم که چرا این اواخر حس نیما نسبت به من تغییر کرده بود و یه جوری دیگه با من رفتار میکرد من که توی دنیای خودم بودم و هیچ وقت حتی همچین فکری به ذهنم خطور نکرده بود حال روز ما خیلی اون روزا داغون بود هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ احساسی من با اون حال بدی که داشتم توی کنکور نتونستم موفق بشم و اصلا حال درس خوندن نداشتم به یک آموزشگاه نقاشی رفتم و به عنوان مربی استخدام شدم تنها چیزی که باعث زنده موندن من بود خانوادم بودن و قلم مویی که دست می گرفتم و روی تابلو قمام و نقاشی می کردم. دیگه الان تمام قلب کوچیک و شکسته من رو نیما پر کرده بود و هر لحظه فکر می کردم که الان اون تو چه حالیه؟ یعنی اون اینقدر منو دوست داشته که میخواسته با من ازدواج کنه تمام وجودم پر از حسرت شده بود که چرا به خودم هیچ حرفی نزده بود میدونستم که نیما دانشگاه تهران پزشکی میخونه و توی چه بیمارستان آموزش داره و خیلی راحت میتونستم اونو پیدا کنم ولی هیچ وقت به خودم اجازه ندادم که سراغش برم چون با خفت و خاری تموم از اون خونه بیرون شده بودیم از خونه ای که یک تیکه از وجود من اونجا جا مونده بود این غم سنگینی که تو چشمای من بود حس محبت و نزدیکی به رئیس مؤسسمون میداد و همیشه دوست داشت که یک جوری به من نزدیک بشه رئیس ما پسر جوان و هنرمندی بود که اسمش فرزاد بود ما ساعتهای زیادی توی آموزشگاه با هم بودیم من تقریبا تا ساعت ده شب کلاس داشتم و با همین درآمد خیلی از هزینه های زندگی و درس و مدرسه خواهر و برادر کوچیکم و میدادم دلم به همین خوش بود ولی مثل یک مرده متحرک بودم تا اینکه یک روز فرزاد گفت که اگه اجازه بده یک پورتری از من نقاشی کنه من هیچ حسی نداشتم و بیمیلی قبول کردم پورتری که فرزاد اون روزها روبروی من می نشست و می کشید یک دختر خیلی خیلی زیبا با دو تا چشم الماس سیاه بود که غم عجیبی توی اون رخنه کرده بود این هنر فرزاد بود که این طور تونسته بود عمق چشمای من رو نقاشی کنه و اون نقاشی رو توی سالون آموزشگاه نصب کرد می گفت زیبا ترین چیزی که تا به حال نقاشی کردم تو بودی این کار مداوم من و فرزاد باعث نزدیکی عاطفی ما به هم شده بود و من تمام ماجرای زندگیمو برای فرزاد تعریف کردم فکر می کردم که اگه اون بدون من از چه خانواده هستم خانواده ای که مستخدم یک خونه اشرافی بوده و یک روز با خفت و خاری از اونجا پرت شدم بیرون دیگه از من تعریف های رومانتیک و رویایی نمیکنه. ولی این چیزا فایده نداشت انگار فرزاد نسبت به من یه علاقه پیدا کرده بود که هیچ چیز اون علاقه رو کم نمیکرد حتی بیمهری و سردی من نسبت به همه چیز کم کم این ابراز علاقه رسمی تر شد و فرزاد با خانوادهش به خواستگاری من اومد. البته برعکس خانواده فرزاد خیلی از من خوششون اومده بود و دوست داشتن که من همسر پسر اول اونا بشم و براش هزار امید و آرزو داشتن. با چند بار اومدن و رفتن منم به اونا جواب مثبت دادم. گرچه غم نیما برام سخت بود و نمیتونستم هیچ لحظه ای فراموشش کنم ولی عشق فرزادم اونقدر عمیق و خواستنی بود که منو به تسلیم واداشته بود من دختر بچه کنکوری بودم که یک مرتبه افتادم توی اون آموزشگاه هنر و از بین اون همه دختر بالا شهری که برای فرزاد رئیس خوشتیب و با کلاس آموزشگاه چشم و ابرو می اومدن توی دل فرزاد جا باز کرده بودم و فکر می کردم شاید سرنوشت من اینه که اینقدر زود استواج کنم. فرزاد اونقدر خوب و پاک بود که دوست داشت من به همه چیزهایی که آرزو داشتم برسم. کمکم کرد که توی رشته هنر کنکور بدم و خوشبختانه دانشگاه هنر تهران قبول شدم و مشغول تحصیل شدم. زندگی خوبی داشتیم و دیگه نیما برای من تبدیل شده بود به یه خاطره دور که انگار صد سال پیش اون رو میشناختم. دیگه وقتی یادش میافتادم قلبم تیر نمیکشید و آه بلندی از ته دل نمیکشیدم. دیگه شده بودم سوگل خواستنی فرزاد و همه زندگی ما هم همین شده بود من دانشگاه میرفتم و بعد از تعطیل شدن یک سر سوار مترو می شدم و میرفتم آموزشگاه و تا آخر وقت به فرزاد کمک می کردم. اما روزهای خوب زندگی ما خیلی طول نکشید و فرزاد مرتب دچار سرماخوردگی های شدید و تب و لرز می شد که بعضی وقتها چند هفته طول می کشید. خستگی مداوم و ضعف و های شدید، کاهش وزن و حتی خون مداوم باعث شد ما هر روز از این دکتر به اون دکتر و بعد انجام معاینات و آزمایش های زیاد دکتران متوجه شدن که فرزاد سرطان خون داره. این اتفاق برای من و خانواده های ما ناگوار بود که همه زندگی ما شده بود گریه های یواشکی و خنده های زوری جلوی فرزاد و امید دادن های علکی. درمان ها ادامه داشت و من پرستار شبان روزی فرزاد بودم و یار و همدم مادر فرزاد. من باید هم به خانواده ها دلداری می دادم و هم به فرزاد امید زندگی. دانشگاه رو نیمه کار ول کردم و روزها آموزشگاه رو اداره می کردم و با درآمد اون هزینه بیمارستان و درمان های سرسام آور فرزاد رو می دادیم. این ماجرا پنج سال گذشت و فرزاد ذره ذره جلوی چشمای من و توی آغوشم آب میشد و از بین میرفت. دیگه نظر و نیازی نبود که نکرده باشیم و دکتری نبود که نرفته باشیم. ولی انگار نمیشه توی حکمت این دنیا دخالتی کرد و من دیگه مثل یک مرده متحرک بالای سر فر... فرزاد اشک میریختم و تسلیم سرنوشت سیاه خودم شده بودم و آخرین روزهای زندگی فرزاد فقط توی چشمهای بینورش خیره میشدم تا از پیش من رفت و منو تنها گذاشت تو آخرین ماهای بیماریش که دیگه امیدی به موندن نداشت به من وصیت کرد که آموزشگاه رو نگه دارم و همیشه اون رو پر رونق داشته باشم. این آموزشگاه نقاشی حاصل خیلی سال زحمت فرزاد بود که خیلی زود همه ما رو ترک کرد و رفت. روزهای من روزهای سردی شده بود و هیچ کس حتی جرأت نمی کرد حال منو بپرسه. اشک من همیشه صورتم رو خیس می کرد و حتی برام مهم نبود که این همه غم رو از کسی مخفی کنم. شبها وقتی سر روی بالش میذاشتم از خدا میخواستم که فردا صبح بیدار نشم. زندگی برام بی نهایت عذاب آور و سخت شده بود. دیگه دلم نمیخواست به خونه برم و با کسی حرف بزنم. تمام زندگی من آموزشگاهی شده بود که فرزاد برام به یادگار گذاشته بود. همینطور دو سال از این زندگی با اشک و آه گذشت. تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم که برم و نیما رو پیدا کنم شاید بتونم کمی باش حرف بزنم و آروم بشم. فکر کردم شاید هنوز بتونم توی دانشکده پزشکی پیداش کنم. اما وقتی اونجا رفتم متوجه شدم که نیما دکتراش تموم شده و برای تخصص داره درس میخونه. بیشتر وقتش توی بیمارستان و رزیدنت قلبه. خب شاید بتونه دارویی برای قلب من که دیگه چیزی ازش باقی نمونده بود تجویز کنه. چندین بار به بیمارستان رفتم و توی اون شیفت های کاری نبود و شماره تلفنم و به یکی از پرستارای بیمارستان دادم و ازش خواستم که اون شماره رو بهش بده. وقتی گفت شما که هستید گفتم فقط بگید سوگل. اون روز گذشت و نصفه های شب تلفن من زنگ زد و وقتی جواب دادم بله یک نفر با تعجب پرسید سوگل؟ گفتم بله نیما تو هستی؟ گفت آره فقط من میتونم ساعت سه شب بهت زنگ بزنم نه؟ گفتم آره صدات هیچ وقت یادم نمیره و با گریه داستان نا تمام عشقم رو به فرزاد براش تعریف کردم. این تلفن تا صبح طول کشید و شاید طولانی ترین صحبت من بین نیما تا اون موقع بود. نیما کلن آدم خوش صحبتی بود و یادم همیشه پدرش با دعوا اونو از اتاق بیرون میکرد و میگفت پسر چقدر حرف میزنی برو سر درس و مشقات کل خاطرات دوران نوجوانی من که توی اون خونه گذشته بود برام اون شب زنده شد ولی نیما از خودش هیچ چی نگفت شاید جرأت نکرد بین اون همه حقیق گریه حرفی هم از خودش بزنه دیگه هوا روشن شده بود و من نای حرف زدن نداشتم با نیما خداحافظی کردم و تا ظهر خوابیدم ظهر دوباره تلفن زنگ زد و من یک ساعتی با نیما حرف زدم نیما انگار نمیتونست این غم من رو طاقت بیاره ازم خواست که اونو ملاقات کنم و بعد از چند روز من تونستم خودم و کمی جمع و جور کنم و به دیدن نیما برم نیما یک کافی شاپ دنج و قشنگ توی محله خودشون انتخاب کرده بود تا من بتونم زود اونجا رو پیدا کنم آخه یه جورایی اونجا محله دوران نوجوانی منم بود من هفت سال توی اون خونه زندگی کرده بودم و لحظه لحظه رشد و بلندگی من با نیما بود. وقتی نیما رو بعد از اون همه سال دیدم بی اختیار گفت سوگل چه لاغر شدی؟ انگار قدت بلندتر شده و الماس چشات بزرگتر و سیاهتر. با شنیدن الماس سیاه چشما یاد پدر نیما افتادم. گفتم حال پدرتون چطوره؟ نیما گفت حال خوبی نداره. دستش به بیماری بنده و برام تعریف کرد که اون موقعی که ما از اون خونه بیرون رفتیم چقدر با نیما جنگیده و چقدر دختر دوستای بازاریش رو برای نیما پیدا کرده و نیما به هیچ کدوم نگاه هم نمی کرده. تعریف کرد که بعد مدت ها جنگ و جدال متوجه شده بوده که من چقدر به تو عشق عمیقی دارم و از این کارش پشیمون شده بوده و تا مدت ها هر جایی رو که میگشتن ما رو پیدا نمیکردن موفق نمیشدن نیما میگفت لعنت به این تهران که اونقدر بزرگ و شلوغه که آدما اینطوری توش گم میشن گفت ولی بالاخره سوگل خودش منو پیدا کرد بهش گفتم ولی این سوگل دیگه یه وجودی تکه تکه داره و نای حرف زدن هم نداره دیگه اون سوگل همیشگی نیست نیما در حالی که اشک از چشماش به روی صورتش افتاد و بوخس کرد و گفت کاش میتونستم برای سوگلم یه مرهم باشم. من بهش گفتم داغ فرزاد هیچوقت از دلم بیرون نمیره. اون روز با هم خدافزی کردیم و من به سر خاک فرزاد رفتم. احساس آرامش میکردم و حس میکردم که فرزادم خوشحاله که بعد مدتها من یک دوست پیدا کردم و اینقدر براش درد دل کردم. کمی خالی شده بودم و هر روز نیما به من تلفن میزد بعضی وقتا به زور منو به رستوران می برد و با زور به هم قضا می داد. می گفت باید سر پا بشی زندگی ادامه داره. اونقدر در کنارش حس خوب و آرامش داشتم که اجازه می دادم دستای منو یه هوی بگیره. کاری که می گفت آرزو داشته اون موقع ها بکنه ولی هیچ وقت جرعت نمی کرده. تا اینکه یک بار که با هم توی پارک نزدیک خونشون در حال قدم زدن بودیم توی تاریک روشن غروب پشت درختای تنومند و خونسرد پارک بالاخره جرأت کرد که دستهای منو بگیره و منو به خودش نزدیک کنه و ببوسه نمیدونم چرا از این بوسه گستاخانه نیما اینقدر داغ شدم و به حدی خجالت کشیدم که روی پام بند نشدم نیما منو توی بغلش محکم گرفت تا نگفتم و شروع کرد ازم معذرت خواهی کنه گفتم اشکالی نداره تو منو دوست داشتی ولی من انگار با تو مثل یک خواهر بودم و هیچ وقت تصور اینو نمی کردم که روزی تو منو ببوسی نیما خیلی حواسش بود که کاری نکنه که من ناراحت بشم و دیدارهای ما پشت سر هم ادامه داشت تا اینکه نیما یک روز به هم گفت که به پدرش گفته که منو پیدا کرده و پدرش خوشحال شده و گفته دیگه مانع خوشبختی تو نمیشم من از این حرف استرس زیادی به هم دست داد فکر نمی کردم که نیما بعد از اون وضعیتی که من پیدا کردم دوباره به هم پیشنهاد ازدواج بده نمیدونستم باید چی کار بکنم هنوز غم فرزاد توی دلم بود و هنوز انگار تمام زندگیمو به فرزاد مدیون بودم روزهای سخت زندگی من فرزاد منو نجات داد ولی خیلی زود منو تنها گذاشت و من دوباره پیش نیما برگشتم نمیدونستم با این سرنوشت چی کار کنم روزهای خیلی سختی داشتم بین دراهی گیر کرده بودم و نمیدونستم که چه جوابی باید به نیما بدم نیما به من فرصت میداد و می گفت هر چی دلت می خواد راجع به این قضیه فکر کن. تو آسیبای زیادی از اون موقع تا حالا دیدی و من انتظار ندارم بهت که خیلی سریع و درست بتونی به من جواب بدی. هر وقت که دلت میخواد بهم جواب بده تو فرصت داری ولی اینو بدون که من خیلی تو رو دوست دارم و دوست دارم با تو زندگی بکنم. من یه روزی توی اون خونه تنها بودم مادر نداشتم و با پدر غمگین خودم زندگی می کردم. اون همه پول و امکانات باعث نمی شد که من از تنهایی در بیام و احساس خوشبختی بکنم. اما از روزی که تو به اون خونه پا گذاشتی من تو رو پیدا کردم و دوستت داشتم. من از همون روز اول عاشق تو شده بودم ولی فکر می کردم این یه عشق دوران نوجوانیه. فکر نمی کردم هرچی اون روزها میگذره هر هرچی تو بزرگتر و زیباتر میشی این عشق نسبت به تو عمیق و عمیقتر می شه. تا وقتی که دانشگاه رفتم و یه کمی شرایطم استیبل شد به پدرم پیشنهاد ازدواج با تو رو دادم ولی خب پدر من افکارش خیلی قدیمی بود و فکر میکرد که من باید با یه آدم توی طبقه خودمون ازدواج بکنم ولی من هیچ کدوم از اون دخترها رو دوست نداشتم هیچ کدومشون رو حتی نمیتونستم باشون یک کلمه حرف بزنم حتی نمیتونستم بهشون نگاه بکنم همیشه تو جلوی چشمم بودی مدتها دنبالت گشتم و واقعا هنوز هم از پیدا کردنت ناامید نشده بودم این یه معجزه بود که تو به سراغ من اومدی و منو پیدا کردی نمیدونی اون روزی که اون همکارم اون پرستار بهم یه شماره داد و گفت اینو یک خانمی به اسم سوگل داده چه حالی پیدا کردم چه جوری چه جوری کارامو جمع و جور کردم و به خونه اومدم تا بتونم بهت زنگ بزنم تا اومدم به خونه برسم ساعت سه نصف شب شده بود اون شب دیگه خستگی شیفت 24 ساعته توی تنم نبود هیچی نمیفهمیدم فقط میخواستم زنگ بزنم و یک بار دیگه صدای سوگلم رو بشنوم از اینکه تو هنوز هم توی این شهر هستی از اینکه هنوز جایی داری نفس میکشی که منم همونجا دارم نفس میکشم احساس خوشبختی میکردم از اینکه یه بار دیگه تو رو پیدا کردم و این بار خودت اومده بودی سراغم واقعا خدا رو شکر میکردم وقتی صدا تو پشت تلفن شنیدم انگار همه دنیا رو به من دادن سوگل من نمیتونم تو رو رها کنم من نمیتونم تو رو فراموش کنم سرنوشت من با سرنوشت تو گره خورده تو رفتی ولی دوباره به طرف من برگشتی دست تقدیر ما رو به طرف هم دیگه کشون حرفای نیما باعث می شد که من هر روز نسبت به اون ملایم تر و مطیعی تر بشم. فکر می کردم که نمیتونم به نیما نه بگم. بعد این همه سال. فکر می کردم که اگه من دوباره ازدواج بکنم روح فرزاد هم آرامش بیشتری می فرزاد همیشه نگران من بود و همیشه منو دوست داشت. حتی تا آخرین روزهایی که میتونست حرف بزنه از دوست داشتن من میگفت نمیدونم باید چه کار میکردم. ولی کم کم نسبت به نیما ملایم شده بودم توی تصمیمم مصمم شده بودم و فکر می کردم که باید با نیما ازدواج کنم اینو حواله کرده بودم به سرنوشتی که خدا برای من خواسته روزها پشت سر هم میگذشت و نیما فقط با آرامش با من برخورد میکرد. نمیخواست کوچکترین حرکتی و کوچکترین حرفی باعث بشه که من شرایطم از اینی که هست بدتر بشه و از لحاظ روحی احساس بدی به هم دست بده برای همینم خیلی هوای ما رو داشت بعضی وقتا منو به خونه خودشون میبرد تا پدرش رو ببینیم پدرش اون روزها یک پرستار خانوم و آقا استخدام کرده بود که کاراشو میکردند. شرایطش خیلی با قبل فرق کرده بود تقریبا نیمه بستری بود و خیلی دارو درمان می کرد. با روزهایی که من توی اون خونه بودم و اون مثل یک پدر دوم برای من بود خیلی فرق کرده بود من پدر نیما رو خیلی دوست داشتم اون خیلی به من کمک کرد و خیلی به من محبت کرد بودن توی اون خونه باعث رشد من شد باعث شد که از همه همسن و سالی های خودم بیشتر پیشرفت بکنم. خب شایدم بهش حق می دادم. اون نمی دختر یه خدمتکار رو برای پسر عزیز دردونش بگیره. من هیچ کینه ای از پدر نیما به دل نداشتم و همه وقت بهش حق داده بودم. پدر نیما از اینکه اون روز با خانواده من و با من یه همچین کاری کرده بود ناراحت بود و شرمنده و هر بار منو می دید می گفت سوگل جونم برو با نیما توی اتاق با هم دیگه حرف بزنی من منظورشو می فهمیدم ولی خجالت می کشیدم که تنهایی با نیما توی اتاق برم تا اینکه یک روز که پدرش خواب بود و پرستارا دنبال کار خودشون رفته بودن نیما یواشکی منو به اتاق برد گفت سوگر بیا بریم حالا بابام بیدار میشه بیا بریم با هم دیگه یکم توی اتاق صحبت کنیم وقتی به اتاق نیما رفتم انگار خاطرات همه اون سالهای قشنگی که توی اون خونه زندگی کرده بودیم برام زنده شد همون اتاق همون تابلوهای نقاشی همون میز و تخت اون اتاق بزرگی که یک پنجره خیلی بزرگ رو به باغ داشت. تقریبا قشنگترین اتاق این خونه بود که به نیما داده بودن. و من چند دقیقه پشت پنجره وایستادم و اون باغ رویایی و پر از خاطرات تماشا کردم. هنوز هم اون درخت های که, که یک تاب به اون بسته شده بود و ما بارها و بارها توی اون روزها روی اون تاب می نشستیم و همدیگر دیگر رو باد می دادیم. چقدر برای من زیبا و خاطر انگیز بود. اتاق نیما برای من پر از خاطره های زیبای دوران نوجوانی بود. دورانی که من روز به روز زیباتر و شکفته تر می شدم. و تازه الان فهمیده بودم که نیما اون موقع ها چقدر منو دوست داشته. من خودم رو در حد و اندازه حتی نمیدونستم که نیما رو دوست داشته باشم. ولی نیما مجذوب زیبایی من شده بوده. بی حرکت و در سکوت پشت پنجره محو تماشای باغ بودم که نیما از پشت سر منو در آغوش کشید. لبهاشو به روی گردنم گذاشت و آروم یک بوسهی به من کرد که انگار تمام غم و های دنیا از یادم رفت انگار تمام اون مریض داری ها تمام اون بیمارستان ها تمام اون غمی که توی دل من بود دود شد و به هوا رفت احساس کردم که زندگی دوباره ادامه داره و من دوباره به آغوش خوشبختی برگشتم. نمیدونستم چی کار کنم فقط دلم میخواست که زمان متوقف بشه و من تا آخر عمر توی این صحنه بمونم. دلم نمیخواست که هیچ وقت این آغوش تموم بشه. نیما منو آروم به روی تخت نشوند و شروع کرد به لمس صورت من با اون انگوشتایی کشیدهش. روی ابروهام کشید روی چشما موجهام و منو بوسید طوری توی چشمای من نگاه میگرد که واقعا به باورم شده بود که دوتا الماس سیاه توی صورت من هست دست به موهای سیاه و بلند من میکشید و تن لاغر من رو لمس میکرد خوشحال بودم که بعد از این همه ماجرایی که توی زندگی برای من اتفاق افتاده نیما باز هم منو دوست داره واقعا این معجزه عشقه چطور میشه که آدما به این درجه از دوست داشتن میرسن من واقعا متحیر بودم از این همه عشق کم کم این اتفاق بین ما بیشتر و بیشتر شد این دیدارها بیشتر و بیشتر شد و یک روزی دیگه با اصرار پدر نیما ما با هم دیگه هم خونه شدیم یه خطبه عقدی با حضور پدر و مادرم خوندیم پدر و مادر من دیگه حاضر نشدند به اون خونه بیان شرایطشون از قبل خیلی بهتر شده بود و دیگه نیاز به کار کردن توی خونه کسی نداشتن. ولی به هر حال یک خونه توی اون نزدیکی براشون اجاره کردیم. من هم نزدیک پدر و مادر و خواهر برادرم بودم و هم شب و روز به پدر نیما رسیدگی می کردم. همه چیز دیگه بین ما آروم شده بود. و روزها هم به اداره آموزشگاه نقاشی می پرداختم. این یادگار زیبایی که از فرزاد برامونده بود و دوست داشتم که تا دا آخر عمر حفظ کنم. دوست داشتم که همیشه چراغش رو روشن نگه دارم و برای همیشه اونجا رو سر پا نگه دارم. الان خیلی احساس خوشبختی می کنم. و فکر می کنم که خدا تقدیر منو برای نیما به وجود آورده بود. تمام سختی هایی که من توی زندگی کشیده بودم از من یک زن قوی و بزرگ ساخته بود و به من این توانایی رو میداد که عاشق وار دور نیما بگردم و براش از جون و دل مایه بذارم.